برچش و ده ها محصول 100% گیاهی که نسبت به نیاز پوست شما زیر نظر متخصصین پوست و زیبایی در کشور آمریکا تهیه شده، به پوست خود سلامتی بیشتری ببخشید. تلفن سفارشان 201-323-570-8860 www.navorganics.com Organic Beauty by Nature with Nav Organics. ارز کافه ارائه کننده بهترین نرخ ارز و بدون کارمزد. با ارز کافه انتقال ارز را به سراسر دنیا در کمتر از 24 ساعت تجربه کنید. شعبات ارز کافه با 15 سال تجربه در تهران، دبی، استانبول، کوالالامپور، سیدنی، لندن، فرانکفورت و تورنتو. 1-855-533-1414 تلفن دفتر تورنتو 416-733-1414 www.coffeemoneyexchange.com ارز کافه. ایتالیانو کابینت اندستون با 25000 اسکورفیت کارگاه با وسایل ساخت کابینت با نظارت مستقیم روبیک شاه مرادیان با 38 سال سابقه و یک نمایشگاه بزرگ با 25 نوع کابینت آشپزخانه نصب شده از مدرن تا کلاسیک با قیمت‌های غیر قابل رقابت اکنون همه قیمت‌ها را می‌شکند. توجه فرمایید، 20 فوت کابینت کلاسیک دستساز نوارداتی با بدنه پلی بود 3/4 اینچ، کشوهای سلف کلوزینگ، کراون مولدینگ، کانترتاپ با گرانیت بولنوس شده با نصب سینک و کابینت، همه و همه $5,950. 20 فوت کابینت مدرن نوارداتی دستساز با اسلپ دور، روکش‌های بسیار شیک و مدرن و درهایی که از جهت‌های مختلف باز و بسته می‌شود با سنگ‌های کوارتز، سینک 4 گوش مدرن و نصب آن فقط $5,950. یک فرصت استثنایی با کابینت‌های دستساز با قیمت‌های استثنایی. 818-808-7717 818-808-7717. تلویزیون اندیشه با تکیه به انبوه تماشاچیان فهیمش در سراسر جهان محل مناسبی برای معرفی حرفه و تجارت شماست. برای یافتن مشتریان ارزشمند و افزایش درآمد خود با بخش بازرگانی ما تماس بگیرید تا یکی از کارشناسان بازاریابی ما راه‌های موجود را با شما مرور نموده و با توجه به بودجه شما بهترین ایده های بازاریابی را ارائه نماید. تلفن بخش بازرگانی 818-734-7120. به همراه هم تا سپید دم امید، برنامه از دکتر نادر جوادی متخصص در درمان بیماری های سرطان، منتخب چنل ام بی سی با عنوان یکی از پیشگامان در درمان سرطان پروستات. من دکتر نادر جوادی متخصص بیماری های خون و سرطان از شما دعوت میکنم به برنامه های من در این زمینه توجه بفرمایید. سرطان عامل شماره یک مرگ و میر در امریکاست. در این برنامه ها در مورد پیشگیری و درمان زودرس و قطعی انواع مختلف سرطان ها اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. من مطمئنم با کمک هم می توانیم این بیماری رو به زانو در بیاوریم. هر دوشنبه 8 شب و هر 5 شنبه 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. با شهرزاد تراول از شرق به غرب و از غرب به شرق سفر کنید. چنانچه علاقمند هستید از ایران و یا از هر کجای دنیا به آمریکا سفر کنید، شهرزاد تراول برای اخذ ویزای توریستی و دعوت شما برای دیدار از دیدنی‌های لاس وگاس، نیویورک، واشنگتن و هاوایی و بسیاری از ایالات مختلف آمریکا در خدمت شماست. 310-477-9400
و اگر در آمریکا هستید و قصد دیدار از زیبایی‌های ایران را دارید، شهرزاد تراول با تورهای بسیار جالب شما را به دیدار از مکان‌های دیدنی شیراز، اصفهان، همدان، کرمانشاه و بسیاری از نقاط دیدنی ایران دعوت می‌کند. با شهرزاد تراول از شرق به غرب و از غرب به شرق در دنیا به روی شما باز است. 310-477-9400. درود خدمت شما همیهنان عزیز، برنامه ایران در حال گذار رو با هم دنبال میکنیم. مهمانان امشب برنامه دختر من رخسان گنجی و دوست خیلی عزیزم سعید جباری هستن. با خوشون تا اندازه آشنایی دارید. رخسان گنجی فارغ التحصیل رشته بازرگانی از دانشگاه تکساس و 34-35 ساله که مبارز آزادی خواه در خارج از کشور. سعید جباری تحصیلات دانشگاهیش رو در کالیفرنیا جنوبی، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی انجام داده، لیسانس فوق لیسانس در رشته‌های روابط بین الملل و توسعه بین المللی با تخصص در رشته روانشناسی سیاسی. خیلی خوش اومدید به برنامه. برنامه امشب ما موضوعش هست اوضاع در ایران، در منطقه و حکومتی که هستش، اسمش هست حکومت آقای روحانی، در واقع حکومت آقای خامنه‌ایه ولی اینجا اسمش هست حکومت آقای روحانی. خب خیلی خوش اومدید به برنامه. من سوال اولی که از شما دارم اینه که با توجه به اتفاقاتی که در منطقه افتاده، به خصوص در مصر و در ترکیه در حال حاضر و همچنین در سوریه و در ایران، اوضاع احوال اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشورهای منطقه رو چگونه و ایران رو به خصوص چگونه میبینید؟ موجی که الان ما میبینیم در مصر و در ترکیه و بعد همین موج رو در سوریه تا مقداری دیدیم، موج جوانهای منطقه بود. وقتی که میگم جوانها، شما باید بدونید 70% کل جمعیت تمام این منطقه زیر سن 35-40 ساله. فقط ایران نیست که به این صورت، اکثر این ممالک و همین صورتن. یک موجی بود که بیشتر میگفت ما دنبال رژیم‌های فاشیستی مذهبی نیستیم، ما میخواییم مدرن باشیم. یعنی اگر 30-35 سال پیش یا 40 سال پیش شما حرکت‌های سیاسی می‌دیدید که همه بیشتر حالت مذهبی داشتن و می‌تونستیم بگیم که بر ضد غرب‌گرایی بودن، در صورتی که مدرن بودن هیچ رفتی به غرب‌گرایی نداره. یک زمانی ایران مدرن‌ترین مملکت دنیا بود. الان درست برعکس این موج رو ما می‌بینیم. خیلی حالا که 30-35 ساله، خیلی از این ممالک تجربه کردن که یک رژیم فاشیستی مذهبی چه شکلیه. الان اون نسل جوان، به غیر از اونهایی که واقعا از لحاظ مذهبی خیلی خیلی قشری هستن یا ارتجاعی هستن، اینها همشون میگن ما یک جامعه‌ای میخوایم که مدنی باشه، مذهبی نباشه. این رو ما در مصر به صورت اصلا جالبه، برای اینکه شما نگاه بکنید یک سال پیش در مصر کودتا شد. اگر هم کسی فکر میکنه که بیرون کردن حسنی مبارک کودتا نبود، تاریخ مصر رو نمیدونه. مصر از زمانی که سلطنت درش از بین رفت
همیشه زیر سلطه ارتش بوده. تمام حکومتاش و تمام رهبرانش رهبران ارتشی بودن، از جمال عبدالناصر گرفته تا سادات تا حسنی مبارک. خب بعد اون البته اون وسط یه کارهای مدنی هم میکردن، مثل پارلمان‌های مدنی اینا داشتن، ولی قدرت دست ارتش بوده. وقتی که امریکا فشار آورد روی اینها، خب ارتشی و حسنی مبارک رو گذاشتن کنار. بعد روی اینها فشار گذاشتن که راه بدید به اخوان المسلمین. این سازمان یک تاریخچه 50-60 ساله داره در منطقه که فقط و فقط پر از در ایران فدایان اسلام. در ایران اینها ترور کردن، سه تا از نخست وزیرهای مال و اینها ترور کردن. در هر تروریسم، اصلا این به وجود آمدن تروریسم بین المللی به اون صورتی که ما میبینیم ریشش در اون زمان از طریق اخوان المسلمین ریخته شد، در سالهای 40، در سالهای 50 و 60، در سالهای 70 وقتی که دیگه اواخر سالهای 60 آمد، خود جمال عبدالناصر اینها رو به کلی داغونشون که اینا به لیبی رفتن، به لبنان رفتن و شروع کردن صادر کردن تروریسم. خب این عده الان آمدن با مردم اومدن اینا رو با سوء استفاده کردن از آب گلالود ماهی گرفتن، اینا آمدن سر کار، ولی بازم با پشتیبانی همون ارتش آمدن سر کار و بعد زدن زیر حرفاشون طبق معمول و خواستن یک دونه جمهوری اسلامی درست بکنن و مردم در مقابل هم حالا. در ترکیه امروز هم در مصر. بله، فرقش با ایران چیه؟ فرقش با ایران اینه که مصر ارتش خودش رو داشت و واسه همین مردم وقتی که آمدن بیرون بانی داشتن. ایران ارتش رو مزمحل کردن. اینا اولین کاری که کردن رفتن دنبال این که ارتش رو از بین برن. آره، متاسفانه از قبل از انقلاب حتی پادشاه فقیه ایران هم ارتش رو تضعیف کرد. کاملا. شما میترسیدن. منم همین نظریه سعیدو دارم که انقلاب که جوانان دیدن، من فکر کنم ایران یه اگزمپلی بود که نمیخوان دنبال کنن، دیدن که نتیجه یک انقلاب اسلامی چیه. و من ترکیه که بودم در حدود 10-15 سال پیش تور بودم و داشتیم میرفتیم توی دانشگاه که ما رو برد دانشگاه رو نشون بده، دیدم یه ده بچه های دخترهای جوان با چادر، گفتم امیدوارم ایران اینجا ترکیه مثل ایران نشه. تور گاید ما گفتش نه، ما درسمون از شما یاد گرفتیم، ما هیچ وقت مثل شما نمیشیم. این تو گوش من همیشه مون و این شلوغی هایی که شد من دیدم واقعا اینا واقعا مبارزه کردن و مبارزه رو درست کردن. یعنی از راه نافرمانی مدنی من دیدم وقتی چادر زده بودن تو اون پارک، امدادها به داد هم دیگه میرسیدن، حتی شبا که آب میپاشیدن روشون اینجوری مقاومت میکردن. تو مصر هم ما دیدیم. متاسفانه بری الان هنوز اول داستان. بله، امیدوارم که ادامه پیدا کنه. با شهامت وایسادن. تو ایران هم دو سال پیش هموطنان ما آمدن بیرون، ولی متاسفانه همونطور که سعید گفت در مصر شما با ارتش طرفید، ولی سپاهی که اینا دارن سپاهی که دستش با دزدی و قتل و غارت و اینا، یعنی همدست خود خامنه ای و دار و دستش، اونا دلشون واسه مردم نسوخته، ولی ارتش با مردمه، ولی که از داخل مردمه. حالا برگردیم به کشور خودمون با آقای روحانی. نتیجه میخواستم بگم این که شما یک ممالک مثل مصر دارید که به این صورت داری پیش میره، سوریه دارید که به این صورت داری پیش میره، بعد در ایران دارید که یک دونه انتخابات یا انتصابات کذایی آمدن کردن و بعد یک روحانی رو در قرن 21 آوردن سر کار گذاشتن. و ببینید وضع مملکت ما چرا یه روحانی که الان 34 ساله که سر کار آقای خامنه‌ای همه کار است، رئیس جمهورش هم یک روحانی دیگه آوردن در قرن 21 و بعد این اسمش اینه که یک حکومت معتدله. به مردم دست میزنن و هورا میکشن. نه، مردم دست نمیزنن هورا. من با یکی هم داشتم صحبت میکردم تازه از ایران آمده، برگش گفت شما ببینید وقتی که در یک مملکتی هستید که 70% مردم زیر سن 35 سال دارن و بین اون 70% 40% بیکاریه، اینا رو یه جوری باید
میکشونم بیرون، یه پولی بهشون میدم برید بوق بزنید فلان بزنید. البته من اینجا تو دالاس تکساس بودم برای انتخابات و رفتیم جلوی صندوق‌های رأی، دیدم که متاسفانه جوانان که دارن میان اونجا در خارج و رأی میدن. بعد یکی از دوستانم که با من بود جوانه یعنی تک و توک، بله، ولی خب توضیحی که دادن ایست که خب اینا بورسی هم هستن اینجا و اگه نتونن درن مهر نخوره تو پاسپورتشون بورساشون هم قطع، یعنی با تهدید و زور مردم. فقط مسئله تهدید و زور نیست، با ترسه. ببینید تمام این رژیم تمام وجودش بر روی ترس و استرس. اینها خودشون آمدن 8 نفر رو انتخاب کردن، گفتن که یک به یکی از این 8 نفر میتونید رأی بدید. دو تاشون اومدن استفاده دادن به نفع مجلس. بعد خودشون آمدن گفتن که وای اگر به روحانی رأی ندید جلالی میاد سر کار، نمیدونم فلان میکنه بسار میکنه. از اول میخواستم مردم برن به راه، میخواستم مردم برن به راهی به خاطر اینکه میخوان سر اروپا و امریکا رو دوباره کلا بگذارن. تا زمانی که دولت های غربی هم دلشون بخواد سرشون کلا بره این بازی هست. همونطور که شما گفتین، حالا در مقابل قدرت مافوق خامنه ای روحانی چیکار است؟ در واقع روحانی میتونه جلوی بازداشت ها رو بگیره، میتونه اقتصاد کشور رو سر و سامان بهش بده، میتونه زجر و شکنجه رو و زندانیان سیاسی رو میتونه آزاد بکنه، میتونه جلوی فساد رو بگیره، چی کار میتونه؟ ایران الان بین 180 کشور دنیا جز به 8 کشور بدترین از لحاظ آزادی و از لحاظ وضع سیاسی داخلی جز 8 کشور بدترینه. تازه من معتقدم از اونا هم بدتر. چی کار میتون بکنه آقا؟ در اتحاد جماهیر شوروی هم انتخابات بود. پولیت بیرو رو میامد یه لیست 200 نفری میداد بیرون، میگفت به این 200 نفر میتونید رأی بدید. واسهشون فرق نمیکرد کدوم یکی از این 200 نفر انتخاب بشن، چون همشون عضو حزب کمونیست بودن و از طریق پولیت بیرو هم واجد شرایط بودن. خب کشیگین رو مثلا میآوردن میگفتن رئیس جمهور. کشیگین چه کاره بود؟ هیچ کاره بود. پس اینکه تمام قدرت روی رئیس حزب کمونیسم. در ایران خودشون اینها یک قانون اساسی درست کردن، به خود مردم دادن. در خود قانون اساسی خودشون نوشته که رهبر که همون فیوره همه کار است، ارتش به اون دستش، اصلا دست اقتصاد کشور دستش، همه چی دستش، تمام این چیزای از لحاظ نظامی، از لحاظ اطلاعاتی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی، همه چی، سیاست نفت، سیاست اتمی، همه چی دست رهبر. مثل آلمان نازی که همه چی دست رهبر بود. اونا هم مجلس داشتن، اونا هم خاتمی هم همین طوری اومد وقتی اومد سر کار. مثلا این آقای روحانی رو اول فکر کردن مردم که خاتمی کاری میتونه بکنه، بعد دیدن نه هیچ کار از خاتمی. یادتون تظاهرات دانشجویی چجوری زدن، کشتن، گرفتن، بستن و خاتمی سکوت اختیار کرد؟ هیچ، همه یادشون رفته که خاتمی وقتی که آمد اولین حرفی که زد چه گفت. خاتمی آمد برای اینکه سر غرب رو کلا بگذاره و این کار رو که اولین حرفی که زد گفت ما در یک نبرد تمدنی هستیم. 8 سال به عمر رژیم اضافه کرده، گفت با یک نبرد تمدنی هستیم. این نبرد بین تمدن غرب با تمدن اسلامی. دقیقا همین کاری که کردش خاتمی وقتی آمد. بدترین زجر و شکنجا و بگیر و ببندای ژورنالیست‌ها و بچه های دانشجو، همین دوستای ما روزبه فرهانی پور، اینا بچه های 18 تیرن که اتفاقا انیورسریش هم بود. و خاتمی که اومد بدترین اتفاق تو خوابگاه دانشگاه افتاد، در حالی که همه فکر کردن این ریفورم خواهد کرد. دقیقا همین کار رو این آقا داره میکنه. الان هنوز نیومده، امروز یه گزارش اومده که اگه نمودارش غزل بتنه بذاره در مورد ارتباط اعدام ها با تحولات سیاسی ایران، که آمده که در همین مدت 3 هفته که این آقا اومده 38 نفر به شهرهای مختلف اعدام شدن، 44 نفر که اعلام نشده، یعنی در حدود 88 نفر رو 83-84 نفر رو اینا اعدام کردن تو همین 3 هفته و سر صدا شدن نمیارن و مردم یه مقدارشون نمیدن، یه مقدارشون میدن. الان این نمودار هستش اینجا که نشون میده هر موقعی که یه خبری هست در ایران اینا فوری ادامه رو بالا پایین میبرن. چه شما با پنبه سر ببرید چه با تیغ دارید سر میبرید. دقیقا درست. خب
در حال حاضر یه رقمی بین 80 تا 90 میلیارد دلار در سال معادل 25% تولید ناخالص ملی ایران داره صرف این چیزای سوبسیدهای مختلفی که دولت داره میده به مردم و اینا داره میشه. چی کار میکنه آقای روحانی با این سوبسیدها؟ و این سوبسیدها البته کمکی به رشد اقتصادی ایران نمیکنه، به این که آدم گداپروری بکنه کمک میکنه البته در اون زمینه. یه مردمی که ببینن 50,000 تومان برای هر کدومشون اومده رفته تو حسابشون بدون که کاری کرده باشن، 8 نفر در خانواده هست 400,000 تومان رفته تو حسابشون هر ماه، خب اونا بعدشون نمیاد همچین چیزی. ولی به اقتصاد ایران چیکار میکنه؟ ایران به کجا برده با این سوبسیدهای که اینا دارن میدن و یه رقم میدی 80 تا 90 میلیارد دلار در سال دارن صرف این کار میکنن؟ از تمام حکومت‌های دیکتاتوری چه مذهبی چه غیر مذهبی با این طریق سعی میکنن مردم رو وابسته بکنن به رژیم خودشون و کشور رو از بین ببرن. واسهشون فرق نمیکنه، چون اونا هدفشون اینی که فقط سر کار بمونن و قدرت داشته باشن و کنترل کنن. ببینید اینا معتقدن که روی گنج قارونی هستن به نام نفت و معتقدن تا زمانی که دنیای غرب به این نفت احتیاج داره یا چین به نفت احتیاج داره یا هند به نفت احتیاج داره اینها پول خواهند داشت که بتونن از یک طرف دوستان خودشون رو بخرن و از طرف دیگه دشمنان خودشون رو با پول از بین ببرن. ببینید ایران با لبنان داشت فوتبال بازی می‌کرد، بچه‌هایی که ریخته بودن توی استادیوم شعار میدادن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، به خاطر اینکه میدونن که با تمام این گرفتاریایی که در مملکت هست، با تمام بیکاری ها، با تمام مسائل اقتصادی که وجود داره، با تمام پولی که ایران در میاره و همه رو آتش میزنه سر چیز، سر تبلیغات مذهبی فاشیستی خودش در دور دنیا، اینا شما میگید اینا 100 میلیون دلار سابسیدی دارن یا 90 میلیون دلار سابسیدی دارن؟ میلیارد میلیارد دلار دارن، 90 میلیارد دلار، 90 میلیارد از کل اقتصاد ایران. بله دارن سابسیدی میدن به کسانی که فقط به فدایت شوم اینا باشن. اینا فقط سالی 200 میلیون دلار دارن خرج میکنن برای حزب الله و حماس که آدم بکشن. یعنی سالی در حدود سه میلیارد دلار در سوریه دارن خرج میکنن. اون یه چیز دیگه است، اون اصلا بگذاریمش کنار. به خاطر اینکه هدف این رژیم اینی که یک خودش رو در مقابل اونهایی که پشتیبانش هستن، اونهایی که پشتیبان طبیعی خودش میدونه، قوی نشون بده. ولی پشتیبان طبیعیش حالا دیگه خیلی کسی نیست. ببینید لبنانی هم حالا فهمیدن تازه هیچ وقت خیلی نبوده. ولی فرقش اینه که شما ببینید در یک جامعه ای 70 میلیون نفری مثل ایران، شما 80 میلیون نفر، شما اگه 10 میلیون نفر داشته باشید که حاضرن دنیا رو برای شما آتش بزنن کافیست. دیگه اون 90% دیگه فرقی نمی کنی که چه میخوان. اینها این گروه های ضربتی اس اس ای درست کردن در دور دنیا که حاضرن برن بکشن، آتش بزنن، داغون کنن، همه این کارها رو بکنن که اینها خودشون رو قوی نشون بدن و سر کار بمونن. در مقابل یک همچین حکومتی شما نمیتونید با حرف بیستید، شما نمیتونید با بحث بیستید، شما نمیتونید با مذاکره بیستید. خب الان ما خوشبختانه اوضاع احوال خیلی تغییر پیدا کرده، میخوام این بحث رو بکنیم. الان صادرات نفت ایران عجیب پایین اومده به علت تحریم هایی که گذاشته شده. صادرات ایران به طور کلی هرچی داشته و اینا عجیب تو کشورهای مختلف اینا تو سرش خورده، درآمد اینا عجیب کم شده، به شکل عجیب یه دفعه داره میفته.
در سال و الان آقای روحانی که میبینین که اومده به عزو التماس افتاده و خود آقای خامنه ای که میاد دوتخ میکنه و میگه ما حاضریم که بشینیم حرف بزنیم چی کار بکنیم، نه همچین کارهایی نمیکردن در گذشته. یعنی وضع خیلی بحرانیه. از در تمام این 34-35 سال ما یه همچین وضعی نداشتیم. توجه به این وضع امروز بکنیم، وضع امروز خیلی وضع بحرانیه. و اون وقت منطقه رو ببینیم، ترکیه مردم دارن انقلاب میکنن علیه مذهبی ها، مصر انقلاب میکنن علیه مذهبی ها، در همه جا تمام منطقه در سوریه دارن میجنگن علیهشون. امروز میخونم روزنامه الاساسیه کووید گفته که شورای همکاری خلیج فارس یه توافقنامه امنیتی درست کرده که تواداران گروه اخوان المسلمین مقیم کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو شناسایی و اخراج میکنند. یعنی حتی کویتی ها هم درک کردن، ولی کویت آمده اینو داده بیرون. کویت گفته دو میلیارد دلار هم کمک مالی خواهد کرد به حکومت ترکیه. بله بله، الان در حدود 10 میلیارد دلار. بله، عربستان سعودی و کویت و امارات متحده عربی دارن کمک میکنن که به گروه نظامی ها در مصر که اینا قدرت دولت تازه به دولت تازه یه چیزی درباره رایانه ها. من با یکی از دوستانم که تازه از ایران آمده صحبت میکردم درباره رایانه ها ازش پرسیدم، گفت قیمت ها رو میبرم بالا بعد برای اینکه مردم رو ساکت کنن یه ذره رایانه ها رو میبرن بالا. یعنی بازی میکنن با مردم. ولی نمیشه دیگه، تا ابد نمیشه. وزیر اسبق کشاورزی رژیم که عضو مجلس تشخیص مصلحتش هم هست، آقای عیسی کلانتری، همین چند روز پیش گفته روحانی یک کشور ورشکسته با انبارهای خالی، بانک مرکزی ورشکسته خالی، من دارم این حرفای اونو میخونم، کشوری که تا چند سال دیگر به طور عجیبی با بیابی و خوشسالی های پی در پی و سراسری و کویری شدن روبرو خواهد بود، برای اداره تحویل میگیرد. ببینی شما دریاچه رضاییه تقریبا خوش شده، زاینده رود تقریبا خوش شده. خیلی چیزا شما در کشور ببینید، وضع کشور اسفناکه. شما الان برای اولین بار 70% مایحتاج روزانه مردم ایران از خارج از ایران میاد. شما الان برای اولین بار در شمال دارید خوشسالی میبینید. بله بله، دریای بله. خزر بله. همینجور داره سواحلش کوچکتر و کوچکتر میشه و آبش همینجور داره آلوده‌تر و آلوده‌تر میشه. به این کار در 1946 اتحاد جماهیر شوروی خواست یک تیکه از خاک ایران رو، کردستان و آذربایجان رو جدا خودش برداره. خب نتونست، به خاطر ارتش ایران نتونست، به خاطر اینکه اوضاع بین المللی به نفع ایران، ممالکی مثل ایالات متحده آمدن در سازمان ملل متحد جلوی این کار رو گرفت. در سال 1953 باز اتحاد جماهیر شوروی از طریق توده‌ای ها خاصا ایران رو به کلی یکی از ماهواره های خودش بکنه، باز به دلایل مختلفی جلوی این کار گرفته شد. از 1979 به این ور الان روسیه تمام اون کارهایی که میخواست به زور بکنه با کمال راحتی اومده از طریق قراردادهای بین المللی با خود رژیم آخوندی کرده. روسیه و چین تمام بنجلاشون چینی ها میفرستن ایران. اولا که تمام نفت دریای خزر رو اینا گرفتن، تمام نفت روس. دریای خزر نفتی که 50% مال ما بود هم. الان 25% هم به زور هست. نه خیر، 25 کجا قبول دارن؟ اینا 18% هم قبول ندارن که نداشته باشه. بعد از اون طرف به قول شما چین آمده بازار درست کرده، ما نفت مجانی میدیم به چین، چین به ما هرچی اسلحه بنجل و منجل و هرچی از آشغال میفرسته به کشورم به این صورت. ولی از اون طرف شما یک درصد کوچکی از مردم ایران رو داری، 1% شاید کمتر، که ثروت‌های افسانه‌ای برای خودشون درست کردن و فساد در بین این اچلان به قدری زیاده که اینها حاضر نیستن
تحت هیچ عنوانی کوتاه بیان. متاسفانه وطنان ما که میرن مثلا برای یه مدت کوتاهی فامیلشون رو ببینن، میرن و میان فوری تحت تاثیر برجا و هایوی ها و فریوی ها و اینا میشن و اون واقعیت زندگی مردم یعنی حالا not necessarily پایین شهر، مردمی که باید سه تا کار بکنن تا بتونن یه تیکه گوشت هفته یه دفعه بذارن سر میز بچه ها، اون چیزها رو نمیبینن. این منو واقعا زجر میده که یه دید سطحی به اوکی ساختمون های قشنگ ساختن، برج های قشنگ ساختن، جاده ها خوب شده، شهر تمیز شده، بعد اول از 35 سال گذشته، بعد ببینید چه چیزهای داغون شده که اون چیزها حالا خوب شده. اون چیزی که داغون شده سلامت مردم ایران، هوای ایران انقدر آلوده است. یکی از دوستای من رفته بود ایران، سه روز اول خون دماغ بوده، میگفت اصلا دماغم بند نمی اومد خونش از هوای آلوده. تمام شهرهای بزرگ ایران آلودگیشون وحشتناکه، به خصوص تهران. اون بسکتبالیست آمریکایی بود که رفت کره شمالی، بعد اومد تعریف کرد، گفت چه خیابونهایی، چه بولوارهایی، چه پارکهایی، چه رهبری، به خاطر اینکه فقط اون چیزای سطحی رو میدید. دوستان ما که میرن ایران و میان یه چیزایی یادشون میره. یکی از چیزایی که یادشون میره اینه در قبل از انقلاب هر پیشرفتی که مملکت میکرد، شما با چپی‌ها که صحبت میکردیم میگفتن جبر تاریخه. ولی الان جبر تاریخ نیست، الان جبر امام زمانه. الان در قرن 21 ما داریم بزرگترین مجموعه مذهبی دنیا رو میسازیم به نام مسجد امام زمان، امام قایم. مثلا پولایی که دارین خرج میکنین توی این مساجد و اینا، در شما در کشور یه چیزی در حدود 70,000 مسجد بود. نه و بعد دروغ و بعد میان دروغ تبلیغ میکنن که همه اینها رو مردم شخصی دارن پول میدن. بعد نگاه میکنین ببین اون شخصی که دارن پول میدن کیان، همه صاحبای صنایعی هستن که 50% مال پاسداران انقلاب و بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و تمام این بنیادهای دیگه انقلابی است. خب اون ایرانی که به دنبال ژاپن دوم شدن بود، امروز به چه این چه وضعیه که ما داریم؟ وضع اسفناکی که ما باید خیلی مواظب باشیم که پاکستان دوم و یا افغانستان دوم نشیم. ما داریم اینطور میشیم، داریم اینطوری به اون طرف. ببینید ما یک آخه فرصت‌های طلایی هم که گیرمون میاد همه رو از دست میدیم. شما ببینید البته خیلی راحت خب میگن اینا در خارج از مملکت نشستن، میگن لنگش کن. جواب من همیشه به این سوال‌ها اینه که منی که اگر من در خارج از مملکت هستم، من که تحت این فشارها نیستم، که شما تحت این فشارها هستید. شما که در داخل یعنی حرکت باید از درون شما آغاز بشه. ما یک فرصت طلایی بود که برای مردم همون جور که در مصر نشون دادن، همون جور که در لهستان نشون دادن، ببینید در لهستان که در روسیه نشون دادن، در تمام در لهستان وقتی که اینها شروع کردن بر ضد رژیم، در شیلی، در آمدن اینها رو 400 تا 500 اینا رو آمدن توی دونه غار منفجر کردن، توی دونه از این مراکز، ولی مردم نگفتن که خب میکشن ما رو پس ما بریم قایم بشیم. یک اعتصاب های کارگری اصلا وحشتناک، از یک کارخانه به کارخانه دیگه، از یک کارخانه به کارخانه دیگه مردم میستادن. کاملا یک فرصت طلایی ما داشتیم در 2009 که متاسفانه از دست رفت به خاطر دخالت های دولت امریکا و من معتقدم واقعا به خاطر دخالت مستقیم دولت امریکا. درست، منم قبول دارم. مسئله دوم این انتخابات بود که باز یک فرصت طلایی داشتیم که مردم بیان و بگن میدونی چیه، ما این مسخره بازی رو دیگه قبول نداریم، این انتخابات شما به درد عمتون میخوره، این اصلا انتخابات نیست، این انتصابات، ما اصلا نمیریم. ولی آمدن مردم رو ترسوندن، گفتن اگر نرید جلالی میاد. من معتقدم اگه اون میامد جلیلی من معتقدم اگه اون میامد بهتر بود، به خاطر اینکه با یک دشمن شناخته شده شما خیلی راحت تر میتونید یا مبارزه بکنید یا باهاش مذاکره بکنید تا کسی رو که اصلا نمیشناسید. ولی مردم به خوبی این آقای روحانی رو میشناسن،
مردم دیدنش، این دست راست آقای خامنه‌ای بوده، این تو تمام این کنفرانس ها بوده، این یه بازی درست حسابی بود، این یک دلغه، این یه دلغه که این کرد اول انقلاب و همه جا میگن تمام مدت نماینده امام در اینجا، نماینده امام در اونجا بود. احمدی نژاد یک دلغک وحشتناک بود، این یه دلغک بامزه است، کاملا اینطوره و هیچ چیز دیگری هم نداره. با تأثیر این تحریم های جدید بین المللی که علیه متاسفانه کشور ما آغاز شده، از نفت و گاز و غیر و ذالک امریکا و اروپا با هم آغاز کردن، تأثیرش رو چگونه میبینید؟ ببینید سر مسئله تحریم های اقتصادی هنوز جوری بر نگشتی که بگه چی هست و چی نیست. ما میدونیم، نه این که مسلمه، تازه چند 12 روزه که این کار شده، نه اصلا حتی قبلا هم که این تحریم، نه این تحریم جدید از اول ماه ژوئیه آغاز شد. گرفتاری همین تحریم ها اینه که ما تا مقداری میدونیم اینا چی هستن، همش رو هنوز نمیدونیم چی، باشه اینکه همه این تحریم ها تا به حال همشون یک مقدار ویور داشتن برای یک مسائل به خصوصی که همه می آمدن از اینها سوء استفاده می کردن. مثلا همین الان ژاپن سر این تحریم ها باز آمده گفته سر یک مسائلی ما گوش نمی کنیم و شما ندیده بگیرید. چرا؟ به خاطر مسائل ملی خودمون، چرا؟ به خاطر مسائل اقتصادی خودمون. در این مورد نه، در این تحریم هایی که 12 روزه اینا همه با هم الان تنها چیزی که اینا مطرح میکنن پشت میز مذاکره جدی نشستن روی نیروگاه‌های هسته‌ای و الان چیزی که در ایران وقتی که شما صحبت میکنید با مردمی که مخالف این رژیم هستن و در این حال مخالف سیاست‌های اروپا و امریکا هستن و دلیل داره که هستن، یعنی که میگن که این بازی‌ها رو ما دیدیم و به این صورت، اینی که تا زمانی که غرب فقط و فقط مشکلش غنی‌سازی اتمی ایرانه، مسئله ایران برای مردم ایران حل بشه نیست، برای اینکه این حکومت یاد گرفته که چه شکلی خب یه چیز اینجا جمهوری اسلامی روزی که به بمب اتم دسترسی پیدا کنه کره شمالی خواهد شد، کاملا. یعنی به این سادگی دیگه شما امید این که مردم نجات پیدا کنن از شرش نخواهید. نه. بنابراین هر کاری که میشه برای اینکه جلوش رو بگیرن، برای اینکه دسترسی به بمب اتم پیدا نکنه، به نفع مردم ایرانه و به نفع آزادی کشور ماست و ما باید حمایت بکنیم. در شکی نیست. به شرطی که البته پالیسیه محکم داشته باشن. متاسفانه در این سالها سالها رو فراموش کنیم، در این مورد خاص نه 12 روز نه ولی تحریم ها الان فشارش بیشتر رو مردم بوده تا روز سرانه رژیم. نه این تحریم، ببینید اون چیزی که رژیم دلش میخواد که ما بگیم همینه که فشارش بیشتر رو مردمه تا روی رژیم. بله اون نه این تحریم تنها فشاری که رو مردم، بله، این رژیم، بله رژیم، رژیم. ولی میگم امریکا با یه دست پس میزنه، با یه دست پیش میگشه. آره ولی این الان قابل این رژیم با این نمیسته. نه الان وایساده. امریکا الان وایساده. یک مسئله رو ما باید در مورد امریکا در نظر بگیریم. امریکا در این 30 چند سال نقش به خصوصی در سیاست داخلی ایران نتونسته بازی بکنه. مگر اینکه 2-3 جاهای به خصوص مثل مثلا انتخابات 2009 یا وقتی که مثلا خاتمی آمد سر کار که کلینتون گرفت گفت که نشون داده میشه که دموکراسی زنده است و قوی و از این مزخرفات در ایران. امریکا وابسته است به سیاست اروپا. اروپا هم وابسته است به سیاست چین و به سیاست روسیه، چون به اونها خیلی بیشتر ضرر میرسه. یادتون باشه که تمام گاز اروپا از روسیه میاد و الان چین جای سرمایه گذاری چین کمونیست جای سرمایه گذاری پترودالر سالهای 70 و 80 رو گرفته، خیلی بیشتره. برای همین در کجا؟ در اروپا. در اروپا. برای همین اینها خیلی محتاجن در امریکا هم همینطور تا مقدار
تا مقداری مثلا ببینید مثلا خیلی صحبت این میشه ولی ببینید که اقتصاد امریکا 8% بیشتر از هر کسی دیگه ولی 8% محتاج به اقتصاد چینه. هنوز اقتصاد امریکا خیلی بزرگ ولی فشاری که میتونه روی ایران بگذاره از طرف خودش نیست. کارهایی که میتونه بکنه از طریق منطقه است. کارهایی که میتونه بکنه از طریق اروپا است. کارهایی که میتونه بکنه از طریق شاید روسیه است، شاید چین. ایران این بازی رو خیلی خوب داره انجام میده. کاری که در این مملکت الان داره میشه متاسفانه از یک جناحی که من به اینها میگم بازرگانان مرگ، اینها کسانی هستن که فقط دنبال تجارت اسلحه هستن. اینها میخوان که ایران لولو خورخوره بشه، میخوان که ایران لولو خورخوره منطقه بشه که منطقه ازشون اسلحه بخره. حتی اگر هم هیچ وقت دسترسی به بمب اتم پیدا نکنه ولی همیشه این وحشت باشه که میتونه پیدا بکنه که اینها بتونن به بقیه اسلحه‌شون بفروشن. متاسفانه این گرفتاری هست. ولی من چیزی که دلم میخواد هموطنان در داخل بیشتر دربارش فکر بکنن نیست که نگاه کنین مردم مصر اصلا اهمیت ندادن. امریکا نمیخواست این اتفاق بیفته. اوباما علنی آمد گفتش بیخود کرده ارتش مصر هم چی کاری کرده. ولی مردم مصر محکم وایسادن. نباید ما اهمیت بدیم که منتظر امریکا نباید باشیم، منتظر اروپا نباید باشیم، اهمیت نباید بدیم که چیکار کردن، چون اونا فکر منافع خودشونه. خب اگر ایران تحریم شده به خاطر سیاست امریکا نیست، به خاطر سیاست جمهوری اسلامی است. کاملا. مگر کسی ما رو قبل از انقلاب تحریم کرد؟ نه نه نه. اگر فشار روی مردم هست از لحاظ اقتصادی به این صورت به خاطر سیاست‌های رژیمه. اگر زنها در ایران آزادی ندارن به خاطر سیاست امریکا. اگر فقر در ایران اینطور گسترش پیدا کرده به خاطر سیاست امریکا یا سیاست اروپا به خاطر ایران یک مملکت به نسبت با بقیه دنیا متمدنه. خب این مطلبی که رخسان مطرح کرد من فکر می‌کنم خیلی خوبه که مردم ایران روش، یعنی ارتش ایران، اقلا ما یه ارتش داریم، یه پاسداران داریم، ارتش هم داریم هنوز و پاسداران توشون نظامی های میهن پرست خیلی زیاد هستن. اونا باید فکر بکنن مصر وقتی دیدن که مملکت داره میره دست این اسلامی ها اومد ارتش بیرون به حمایت از مردم. شما مطمئن باشید شماها ارتشیان عقب نشینی کردید، امروز باید یه کاری بکنید که بیاید دست پیش رو بگیرید و مملکتتون نجات بدید. امروز شما ارتشیان، شما پاسداران پشت مردم خالی کردن، امروز باید بیان به حمایت. دو سال پیش که مردم اومدن همت کردن، بالاخره حالا گذشته رو بگذاریم کنار، آینده رو داریم بدونن که اونا مال آینده. این مردم خواهر برادر و مادر پدر شما بودن که اومدید بیرون و روشون اسلحه کشیدید، کشتید، زدید. چیزی رو برای خودتون درست کردین، بدبختی بیشتر. شما الان به هر صورت این مطلبی که روسا میگه هیچ کسی نشسته اینجا که بیاد پرونده شما رو مال 10 سال پیشتون، 8 سال پیشتون بکشه جلو و بخواد همتون بکشه جلو، بیاره جلوی تیر بذاره. نه، امروز اگه بیان بیرون و به مردم به پیوندین میتونید کمک بکنید به اینکه پرونده گذشته خودتون خیلی خیلی گناهاتون کم کنید. اگه به مردم به پیوندید و کاری رو بکنید که ارتش مصر کرد، شما پاسدارا، شما ارتشیان، شما هر کسی هستین که با اسلحه سر و کار دارید و قدرت بیشتری دارید تا مردمی که دستشون هیچی نیست، شما اگه بیاین حمایت بکنین از مردمتون، مردم ایران مطمئنن میبینن با چشم باز و با دید باز میبینن که شما اومدید به کمک آزادی خواهان ایران. امروز در تمام طول تاریخ مدرن ایران، وقتی میگم تاریخ مدرن ایران از زمان انحلال قاجار به این بعد، در هیچ سازمان بین المللی، در هیچ برنامه بین المللی، چه در زمان ایران شاهنشاهی، هیچ وقت اسم ایران به عنوان
ایران شاهنشاهی مطرح نبود، همیشه فقط میگفتن ایران. در سازمان ملل متحد فقط ما به اسم ایران، در تمام مکاتبات رسمی ما به اسم ایران بودیم، در تمام بازی‌های بین‌المللی، چیزهای ورزشی ما به اسم ایران بودیم، در المپیک به اسم ایران شرکت می‌کردیم، در بازی‌های آسیایی به اسم ایران شرکت می‌کردیم، در جام جهانی همونطور که تمام کشورهای همسایه‌مون اینطور، افغانستان، پاکستان، ترکیه، در جام جهانی، عربستان، همه هیچ کدوم اسلامی دنبالشون نیست. مصر میگفت ما مصریم، عراق میگفت ما عراقیم، نمیگفت ما عراق بعثی هستیم، سوریه میگفت ما سوریه، نمیگفت ما سوریه بعثی هستیم، حتی عربستان سعودی نمیگفت ما، میگفت ما عربستان سعودی. الان حتی اونیفورمایی هم که اینا میپوشن اسمش هست جمهوری اسلامیک ریپابلیک آف ایران، جمهوری اسلامی. در سازمان ملل متحد جای ما رو عوض کردن، شدیم دی اسلامیک ریپابلیک آف ایران. چیزی که مردم ایران باید درک کنن که بیشتر از ماها شاید دارن درک میکنن، یا شاید وقتی که میگن که شما وقتی توی یک مسئله هست، میگن وقتی توی خود جنگل هستی یه درخت که میفته نمیبینی چون خیلی نزدیکه بهت، ولی وقتی بری از بیرون جنگل تماشا بکنی یهو میبینی که چقدر درخت افتادی. ما اینها آقای بهشتی همون روز سال اول انقلاب برگشت گفت که این یک انقلاب فرهنگی است، ما میخواییم هویت ایران رو عوض بکنیم. الان ما هویتمون رو همین جور بیشتر بیشتر داریم از دست. الان ببینید، الان بعد از 500-600 سال دوباره جنگ را افتاده بین شیعه و سنی. میدونم. ببین سید، مسئله 30 سال پیش، 35 سال پیش، 40 سال پیش رو بذاریم کنار، امروز ببین. خب ما داریم امروز رو نگاه میکنیم. هیچ کشوری نیست که بیاد پشت اسم خودش بذاره اسلامی. هیچ نه هستن بعضی نه 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 خیلی نه میخوان سعی کنن، نه سعی کنن، بعضی آدم ها میخوان سعی کنن، ولی مصر دنبالش نمیاد اسلامی، سوریه دنبالش نمیاد اسلامی، مثلا ترکیه دنبالش نمیاد اسلامی، دولت نوین عراق بله به خاطر فشارهایی که ایران داره روش میگذاره الان لایحه برده توی همون مجلس بله علکی خودش که اسم عراق رو تبدیل بکنن به اسلامیک ریپابلیک آف ایران. که نمیشه همچین چیزی. عراق الان اولا یه کشور نیست، کردستانش اومده اون طرف برای خودش چیز جدایی درست کرده، سنی ها با شیعه ها از هم دیگه جدا هستن. مردم این ممالک دنبال این حرفا نیست، اما رهبران اسلامی حالا باید در ایران هم مردم بلندشن بیستن و بگن ما نمیذاریم شما این کار. حرف من حالا رسیدید به همون حرف من. ما یک فرصت طلایی داشتیم در این انتخابات اخیر که این کار رو بکنیم، باز هم الان داریم، الان هم یک فرصت طلایی دیگه داریم که همون جور که اگه این آقا کارشو نکنه همونجور که الان کدوم آقا این آقا کارشو نمیتونه نه همین بعد از یک سال کار خامنه ایه اصلا کارش چی چی هست که بکنه. آقای مرسی که آوردن سر کار بعد از یک سال اومدن گفتن آقا ما تو رو آوردیم کارتون فرق میکنه، مردم ایران هم میتونن بعد از چند وقت یعنی ارتش ایران و نیروهای مسلح ایران امروز برای خودشون باید یه رسالتی رو قائل بشن و بدونن که اونها نقش مهمی میتونن داشته باشن و باید اون نقش رو بازی بکنن. نقش اونها نباید این باشه که ما پشتیبان مقام عالی قدر رهبر انقلاب هستیم. نقش اونها باید حمایت از مردم ایران و آزادی خان و کشور ایران بله و کشور ایران و وضع اسفناکی که ایران کاملن. پیدا کرده کاملا که اونجا براتون خوندم به که آقای یکی از وزرای خود اینا آقای عیسی کلانتری میگه که روحانی یک کشور ورشکسته با انبارهای خالی، بانک مرکزی ورشکسته خالی، کشوری که تا چند سال دیگه به طور عجیبی با بیابی خوشسالی های پی در پی سراسری و کبیری شدن رو برو خواهد بود رو تحویل میده و این زمانی است که نفت بشکه 103 دلار در بازارهای آزاد داره فروش میره. اینان اینان به مقصود خب مملکت هم دارن دائم میان حالا
منطقه ما که سوریه میبینید، وضع آوارگان سوریهی رو، جنگی که در سوریه هست و ادامه پیدا خواهد کرد، به این سادگی ها تموم نمیشه. با تمام سرمایه گذاری جمهوری اسلامی که داره سالی 3 تا 4 میلیارد دلار پول مردم ایران رو میبره میره سوریه، هر کاری بکنین و روس شوروی هم وارد مسئله. ولی اگر خاطرتون باشه 2 ماه پیش اینجا بود راجع به مسئله صحبت میکنیم، اون زمان منم گفتم مسئله سوریه به این سادگی ها نیست، برای اینکه شما یک حکومتی دارید مثل ایران که حاضره بره نه تنها فقط پول خرج کنه، سرباز بفرسته، پاسدار بفرسته، آدم کش بفرسته، سنایپر بفرسته، همین و بعد از طرف حزب الله آدم بفرسته، از طریق حماس آدم بفرسته. ببین اون وقت که صحبت میکردیم مصر وضع این هفته رو پیدا نکرده بودم که ارتشی بیاد با قدرت مصر رو بگیره. کاملا درسته، ولی میخوام بگم این ترکیه این وضع رو پیدا نکرده بودم که این اسلامی ها به این روز بیافتن که امروز افتادن. ولی از یک طرف اینها آمدن این کارها رو کردن و تا مقدار زیادی کمک کردن به رژیم بعثی سوریه و اسد، از اون طرف آمدن شروع کردن رخنه کردن در توی مخالفین رژیم اسد. الان متاسفانه خیلی از کسانی که جزو به اصطلاح آزادی خواهان و اون جبهه آزادی خواهان سوریه بودن الان دیگه در سوریه نیستن. آره. به یه مطلب رو فرموشم سعید، من فکر میکنم مردم ایران، شماها مردم ایران باید بیایم بیرون و به رژیم بگیم چرا دارین بچه های ما که اینطور فقیرن، دارن که میمیرن از گرسنگی، غذا ندارن، بهداشت ندارن، مسکن ندارن، چرا دارین پول این بچه ها رو میبریم میریزین توی جیب آقای اسد؟ اصلا به ما چی؟ برای چی؟ اصلا به ما چی؟ برای چی؟ 3 میلیارد دلار، 4 میلیارد دلار در سال پول ایران داریم میبرین تو سوریه تو جنگ میریزین؟ برای چی؟ غیرت میخواد دیگه. آدم همسایه‌اش ببینه وضعش چیه و سکوت اختیار کنه و بذاره اینا اینطور مملکت رو بکشن، همه منابعش رو ببرن بریزن تو سوریه. این مسئله ای که ما باید صدای مردم رو بلند کنیم. کاملا. کاملا. خب میگم متاسفانه یه مقداریش هم همین خودمونه. یه مقداری من دیدم مردم بی تفاوت شدن، گیواب کردن، نمیدونن چیکار بکنن. ولی همین میشه آدم اگه بچهش ببینه که اشتباهی کرده، دفعه دوم هم اشتباه کرده، سوم هم کرده، بی تفاوت نمیتونه بشه در مقابلش. خب به هر صورت باید حفظش کنه. مملکتته، مملکتمون واقعا داره از خب ببینید یک مسئله دیگری یک جور دیگر میشه نگاه کرد. وقتی که و بیشتر این همه مسئله داخلی است، اینا بازی های داخلی یک نظامی است و بیشتر توی خودشون میولن. 70-80% مردم ایران نه اصلا دخالتی میتونن در این مسائل بکنن، نه نقشی دارن در این مسائل، همشون فقط میتونن صحبا بلند شن. ما 1,400,500,000 نفر در ایران داریم که اسلحه دستشونه. بله، اجازه بدید ببینید احمدی نژاد و حکومتش، به اصطلاح دولت احمدی نژاد که سر کار بود، روی این سیاست داشت پیش میرفت که ما در مقابل غرب ایستادیم و این حق مسلم ماست که نمیدونم نیروی هسته‌ای داشته باشیم، از اینجور که مردم بدبخت بکنیم، فقیر بکنیم، 10-12 میلیون الان غذا ندارن بخورن. از اون طرف بدبخت و بیچاره ریختن، از اون طرف هی پول ریخت در جنوب لبنان، هی پول ریخت در غزه، هی پول داد به تروریستای سازمان‌های تروریستی مختلف، پول داد به تروریستا در عراق که برن امریکایی‌ها رو بکشن. ما هم سکوت اختیار کردیم، تماشاچی بودیم. پول داد به تروریستا در افغانستان که برن امریکایی‌ها رو بکشن. از اون طرف آمد تبلیغ کرد که ببین ما انقلاب اسلامی به رهبری من، ببین چه کارهایی کرده، چه کارهایی که بعد در خود داخل مملکت، حتی اگر از خودی‌ها، یعنی خود اونهایی که به اصطلاح وفاداران نظام هستن، می آمدن در مقابلش صحبت می‌کردن، سعی می‌کرد اونها رو هم حتی
سرشون رو زیر آب بکنه، به طوری که حتی سر این مسئله اختلاف پیدا کرد با خود خامنه ای که بعد پاسداران انقلاب آمدن بهش هشدار دادن که مواظب خودت باش. ولی خب ما دیدیم با جوانان ما چه کار کردن، دیدیم با مردم چه کار کردن. همین هم حالا آمدن یه خیمه شبوازی تازه را انداختن، یه آقایی رو مثل روحانی آوردن که برمیگره میگه که تز داری بیرون مثلا که سیاست هسته‌ای ما، نیروی اتمی ما باید نباید سیاست خشن باشه، ما باید به اروپا و به امریکا بگیم که ما میخواییم با شما مذاکره کنیم و بعد اینجوری علنا نوشته اینجوری وقت تلف کنیم تا اینکه به هدف خودمون. خب شما برس. آخرین صحبتتون بکنید ما تموم میشیم. منم فکر کنم واقعا این آقای روحانی فقط همون یه پاپت آقای خامنه ایه و هیچ امیدی به این آدم ندیم که یه چیز جدیدی، حتی اگه بیاد مذاکره هم بکنه وضعیت خیلی بهتر از این چیزی که هست من فکر نمی کنم بشه. مردم به این نباید امیدی داشته باشه، از ماست که برماست. بله. خب همینون بحث ما در یک اوضاع احوال خیلی اضطراری داره انجام میگیره، بحثی که میکنیم وضع داخل کشوره و شما هم در انتظار هستین یه آدم مثل روحانی بیاد بشینه روی صندلی ریاست جمهوری در ایران. هیچ تغییری نمیکنه اصلا. مسئولیت بزرگ امروز با شما پاسدارانه، با شما ارتشیانه، با شما نیروی پلیس و مسلح مملکت. شما باید مملکت خودتون نجات بدین، هیچ راهی نداره. بیاین به طرف مردم، به حمایت مردم و کشورتون نجات بدید. همون کاری که در مصر انجام گرفت همین هفته پیش، وقتی دیدن که اون آقا اومده اونجا نشسته و گفته که من نمیام مذهب و داخل چیز نمی کنم، وقتی اومده میخواد مذهب و وارد همه کارا بکنه، مذهب خودشو جلوشو گرفتن. شما هم باید جلوشو بگیرید، هیچ راهی ندارید. اگه به امید خارج نشستین تا ابد خواهید نشست. فقط خودتون این و خودتون و داخل کشور. شرایط خارج بهترین شرایط امروز. محدودیت‌هایی که رژیم پیدا کرده از لحاظ مالی، از لحاظ تجاری، از هر لحاظ بهتر از امروز نبوده برای آزادی خواهان ایران. بنابراین این خود تو هستین. حالا دیوتون ور میکشین، میکشین، نمیکشین، نمیکشین. این وظیفه همه خب این وظیفه جامعه فرهنگی، دانشجویی، فنسالار همه ایرانه که بیان و رهبری مملکت رو در دست خودشون بگیرن و آینده ایران رو آینده مال اوناست. شما آخرین کلام آینده مال اوناست، باید اونا بیان همه کار رو بکنن. به امید اون روز. مرسی از غزاله. خیلی تشکر غزاله. تا فریبا نامورراد، کارشناس مهاجرتی شما در کانادا با سالها تجربه حال در خصوص مهاجرت و سرمایه گذاری در کانادا، توسط روش‌های تخصصی، کارآفرینی استانی و خویشاوندی کمک رسان شماست. مهاجرت از طریق استانهای نیو برانزویک، ساسکاچوان، جزیره پرنس ادوارد و بریتیش کلمبیا بدون از دست رفتن سرمایه در کوتاه‌ترین زمان. همچنین چنانچه علاقمند به سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا هستید، شما می توانید از طریق ED5 و شرکت مهاجرتی Capital International Immigration Services به مدیریت فریبا نامورراد صاحب گرین کارت آمریکا شوید. 905-737-8047 و وبسایت canadacis.com.
در کالیفرنیا وب سولوشنز همه چیز امکان پذیر است، چون صحبت فقط از ساختن یک وبسایت نیست. صحبت از ساختن یک وبسایت حرفه‌ای و مؤثر است. صحبت از بودن در اینترنت نیست. صحبت از بودن در صفحه اول گوگل، یاهو و بینگ است. صحبت از داشتن یک فروشگاه اینترنتی نیست. صحبت از نمایش کالای شما در بالای گوگل، یاهو و بینگ است. در کالیفرنیا وب سولوشنز